با پای چپ زده میشه و چه گلی زد مغانلو و هفت گل میکنه خودشو. با پای چپ زد یه حمودی از سمت راست خودش یه بازیکن رو که آقای اچو میفره میفرسه روی دروازه و توی دروازه. تو ما بازر اندن هنو لکوی مامام سی وو وو یو دو ویف یور لایف یو نو ایتس هارد تو سروایو پس گان مامام Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Running, running low. Keep hanging low. رفقای کانال شلتیک سلام، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم با موضوع بیوگرافی و برترین گل‌های شهریار مغانلو مهاجم جدید سرخپوشان پایتخت. رفقا گل‌هایی که اول ویدیو دیدید همه گل‌ها نیست و چند تا از گل‌های خیلی خوشگلش رو مثل قیچی برگردون به بازار و کاشتش به زمانو گذاشتیم در ادامه ویدیو و برخلاف ویدیوهایی که از گل‌های شهریار مغانلو منتشر شده و فقط ضربات پنالتیشو نشون دادن، ما حسابی در آرشیوهای مختلف جستجو کردیم تا گل‌های کمتر دیده شده و البته گل‌هایی که پنالتی نیستن رو در این ویدیو برای شما عزیزان تقدیم کردیم با این امید که لذت ببرید. رفقا حتما خودتون خوب میدونید برای دیدن ویدیوهای ما باید دکمه سابسکرایب کانال رو بزنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید. اگر ویدیو رو هم دوست داشتید همین الان اونو لایک کنید و البته نظر خودتون رو در رابطه با این خرید جدید پرسپولیس برای ما کامنت کنید. خب بریم برای یک معرفی کوتاه و متفاوت از شهریار مغانلو. شهریار مغانلو متولد یلدای 1373 یعنی 3 آذر 73 در زنجان هستش. خانواده این بازیکن در کودکی به تهران منتقل میشن و شهریار فوتبال خودش رو از سن 10 سالگی و در تیم رهپویان شهر ری آغاز میکنه. شهریار کوچک که عاشق فوتبال بوده در همین سن یاد میگیره که برای رسیدن به رویاهاش باید اهدافش رو بنویسه و به همین علت رویاها و هدفهاش رو در دفتر کوچکی یادداشت میکنه تا همیشه اونا رو در ذهن خودش داشته باشه. اهدافی مثل حضور در سطح اول فوتبال ایران، آقای گلی در لیگ‌های ایران، رسیدن به پیراهن تیم ملی، لژیونر شدن و رسیدن به تیم محبوبش یعنی پرسپولیس. و حالا بعد از 15 سال و بعد از طی یک مسیر پر فراز و نشیب خودش رو در شرایطی میبینه که به خیلی از اون هدف‌ها و رویاهای کودکیش دست پیدا کرده. شهریار بعد از حضور در تیم امیدهای پیکان و بعد از اون بزرگسالان پیکان در ادامه راهی ملوان بندر انزلی شد تا دوران خدمت سربازیشو در این تیم پشت سر بذاره، جایی که با دستیابی به عنوان آقای گلی لیگ 1 نگاه‌ها رو به خودش جلب کرد و بعد از بازگشت به تیم بزرگسالان پیکان توسط مارک ویلموز به تیم ملی دعوت شد تا هرچند کوتاه ولی تجربه حضور در تیم ملی رو پیدا کنه. شهریار مغانلو همچنین در سال گذشته در پیکان با زدن 13 گل دومین گلزن لیگ برتر بعد از دیاباته و البته آقای گل لیگ 19 شد تا با پیشنهادهای خارجی و داخلی مواجه بشه و در ابتدای فصل به تیم سانتا کلارا بره و در نیم فصل با پیشنهاد پرسپولیس مواجه شده بود تلاش کرد تا نظر باشگاهش رو برای انتقال قرضی و 6 ماهه به پرسپولیس جلب کنه و بالاخره روز یک شنبه 17 اسفند ماه قرارداد خودش رو با پرسپولیس امضا کرد تا رسماً به اردوگاه سرخا ملحق بشه. شهریار مغانلو که الگوی خودش رو علی دایی و زلاتان ابراهیموویچ میدونه در مورد علی دایی گفته که دایی یک گلزن تمام عیاره و از کودکی یک الگوی ویژه برای من بوده و آرزو دارم که بتونم راهش رو ادامه بدم. اما در مورد زلاتان گفته که اون یک عجوبه دست نیافتنیه و به نظرم اون یک پررویه با ادبه. من عاشق زلاتانم و تا به حال 3 بار کتاب زندگی نامش رو خوندم و داستان زندگیشو از حفظ هستم. شهریار مغانلو همچنین در رابطه با اوقات فراغتش گفته که بزرگترین تفریح من خوابه و بیشترین انرژی رو برای فوتبال و تمرین از خواب به دست میارم. همچنین فیلم دیدن، مطالعه کردن و البته بیلیارد رو هم دوست دارم و گاهی اوقاتم با هم تیمیای سابق به شکل آنلاین پلی استیشن و پی اس بازی میکنم. خب رفقا اینم یه بیوگرافی متفاوت از شهریار مغانلو و حالا طبق قولی که بهتون داده بودم بریم و ادامه بهترین گل‌های شهریار مغانلو رو ببینیم. ارسال توپ از امین جهانفهم موقعیت برای مروان، چه گلی! کاری هم از دستان اشتباهی که انجام داد مدافع تیم سب
مقانون ضربه‌شو میزنه و با همون ضربه اول تونسته دروازه زوبان رو باز کنه و 12 گل فصل خودش رو به زیبایی هر چه تمام‌تر. خطرناک شهریار مقالو، خود مقالو موقعیت یک ضربه توی دروازه ملوان پشت محوطه جریمه گرفته و شهریار ضربه ایستاد و شهریار مقالو اختلاف بازی رو به حداقل میرسونه. با پای چپ زده میشه و چه گلی زد مقالو و هفت گله میکنه خودشو. با پای چپ زد داخل محوطه جریمه و گل شهریار مقالو. یه عمودی از سمت راست خودش یه بازیکن رو که آقای اکرام میذاره میفرسه روی دروازه و توی دروازه. Também era ali um lance de dúvida, parece-me passar a linha. Sim, mas é falta sobre o... Eu acho que Xariar impede Pazinato de chegar à bola dentro da pequena área. Quem diria ver o João Afonso fazer um cruzamento dele? Tem algumas... رفقای کانال چلتیکه، به پایان یه ویدیوی دیگه رسیدیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و یادتون نره که اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما دکمه لایک پایین رو بزنید و نظرتون در رابطه با این ویدیو واسه ما کامنت کنید. باور کنید که یه لایک ساده از طرف شما مساوی با دنیایی از انگیزه برای ما. اگر هم برای اولین باره که ویدیوهای ما رو میبینید حتما دکمه سابسکرایب پایین رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا همیشه در رأس خبرهای فوتبال ایران قرار بگیرید. رفقای کانال چلتیکه، تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.